ام کردستانا بخشت منا بخشتی جوانی خاکی ایرانا که و بندنه جگه آواتا نیا وقتی منه لمروش هوا. استانی در غرب ایران در فاصله ی حدود 520 کیلومتری از جنوب غربی پایتخت که از شمال به استانهای آذربایجان غربی و زنجان، از جنوب به استان کرمانشاه و از شرق به استان همدان محدود می شود. مرزنشینان این خطه با 230 کیلومتر مرز مشترک در جوار غربی همسایه دیوار به دیوار کشور عراقند. کردستان 18مین استان پهناور کشور است که حدود 29000 کیلومتر مربع مساحت دارد. با جمعیتی بالغ بر 1,600,000 نفر، 34% جمعیت در روستاها و 66%شان ساکن شهرها هستند. هرچند تنوعی از لهجه ها را در کردستان می شود شنید، اما کرمانجی و سورانی پرکاربردترین لهجه های مرسومند. اینجا در دامنه ها و دشت های حاصل خیز رشته کوه زاگرس میانی واقع شده. زیست بوم منحصر به فردی که فاصله بین بلندترین و پستترین نقاط استان را به حدود 2400 متر رسانده. میزان بارندگی هم در این مناطق متفاوت است. هرچه از شرق به سمت غرب استان پیش برویم، بر میزان بارندگی و حجم آب رودخانه ها افزوده می شود. رودخانه های بزرگ کشور از کوههای کردستان سرچشمه می گیرند و اغلب به دریای خزر و دریاچه ارومیه می ریزند. البته رودخانه سیروان به طول 445 کیلومتر پس از عبور از کرمانشاه وارد عراق می شود. نواحی و مناطقی که عمدتاً جنگلی است و با 230,000 هکتار وسعت بعد از جنگل‌های شمال کشور در مرتبه دوم قرار گرفته. در مقابل، هرچه به سمت نواحی شرقی استان حرکت کنیم، فلات‌های وسیع و دشت‌های حاصلخیز نمایان می‌شود. کردستان هم قطب کشاورزی و دامپروری کشور است و هم خاستگاه ذخایر معدنی گسترده. این استان در مسیر ترانزیت جنوب به شمال در غرب کشور قرار گرفته و از سه بازارچه فعال مرزی در شهرهای بانه، مریوان و سقز برخوردار است. اینجا را باید یکی از استانهای طلایه‌دار فرهنگ غنی و آثار تاریخی و مناطق بکر گردشگری دانست. آثاری مثل تپه باستانی زیویه با قدمتی 2000 ساله در جنوب شرقی شهرستان سقز و عمارت آصف در سنندج یا مثل اینجا دریاچه زریوار نگین کردستان که بزرگترین و تنها دریاچه آب شیرین ایران شناخته می شود تا روستای اورامانات که از آن به عنوان بهشت گم شده در غرب کشور یاد می شود. کردستان در تاریخ انقلاب اسلامی نشان افتخاری را با خود حمل می کند که در کمتر استانی نظیر آن را می شود دید. اینجا آنگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند سرزمین هنر و فرهنگ و فداکاری های بزرگ است. رئیس جمهور در 27مین سفر استانی امروز مهمان کردستان است.